به میوه فروشی میرویم و برای هر نوع میوه‌ای که برمی‌داریم یک پلاستیک مصرف می‌کنیم. به فروشگاه میرویم و برای هر کالایی که می‌خریم یک کیسه پلاستیکی استفاده می‌شود. به خانه که میرویم کوهی از پلاستیک با خود به دنبال داریم و نمی‌دانیم که به طور غیر مستقیم چه فاجعه‌ای را به بار می‌آوریم. متأسفانه ما انسان‌ها مشتاقانه و بدون هیچ احساس مسئولیتی از این محصولات مصنوعی و ساخته دست بشر استقبال می‌کنیم. ولی هرگز تصور نمی‌کنیم که در آستانه یه رقم زدن یک فاجعه زیست محیطی هستیم. آمارهای داخلی نشان می‌دهد در کشور ما 7% از پسماندهای شهری را انواع پلاستیک تشکیل می‌دهد. بیشتر این پلاستیک‌ها نیز با دوام هستند و صدها سال طول می‌کشد تا به خودی خود تجزیه و نابود شوند. این در شرایطی است که با صرفه‌جویی یک کیسه نایلونی در هفته توسط هر خانوار ایرانی می‌توان از مصرف بی‌رویه این ماده جلوگیری کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران سالانه بیش از 3 میلیون تن پلاستیک تولید می شود. به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسه های نایلونی 21 تیر ماه از سوی طرفداران محیط زیست روز بدون کیسه نایلکس نامگذاری شده است. اما چه راهکارهایی برای کاهش مصرف نایلون وجود دارد؟ دریافت کمترین تعداد کیسه های نایلونی هنگام خرید، به همراه داشتن کیسه های پارچه‌ای در زمان خریدهای قابل پیش بینی و استفاده از سبدهای خرید به جای نایلون. البته در کشورهای مختلف استفاده از نایلون ممنوع شده است. در کشورهایی مانند انگلیس، ایرلند و ایتالیا قانون مالیات بر کیسه های پلاستیکی وضع شده است که موجب کاهش مصرف نایلون شده. شما برای کاهش مصرف نایلون چه پیشنهادی دارید؟ برای دنبال کردن ما کافیه این دکمه سابسکرایب را بزنید.